آیا رژیم جمهوری اسلامی سقوط می کند؟ گزارش ها از ایران حاکی از آن است که پس از جنایات رژیم در آبان ماه 98 نه تنها ذره ای از اراده ملت آزادی خواه ایران برای براندازی این رژیم فاسد کاسته نشده است، بلکه روز به روز به شور و جنبش مردم آزادی خواه ایران افزوده می شود. هشتگ های انتقام می گیریم، پنجم دی ماه، انقلاب بزرگ، خیابان در تسخیر براندازان، چهلم خونین و انقلاب بزرگ آزادی در تمامی شبکه های اجتماعی روز به روز گسترده تر می شوند و ملت ایران برای یک قیام همه جانبه آماده می شوند. قیامی به مناسبت چهلمین روز جان باختگان راه آزادی و با هدف یک سر کردن کار رژیم خامنه ای صورت خواهد گرفت. اما بسیاری از تحلیلگران این قیام را به مراتب گسترده تر می دانند و بر این باورند که این بار راه گریزی برای رژیم علی خامنه ای نخواهد بود. برخلاف اعتراضات سراسری آبان ماه که اعتراضات بیشتر در حاشیه شهرهای بزرگ یا شهرهای کوچکتر شکل می گرفت و دانشگاه ها برخلاف گذشته در متن حوادث نبودند، به نظر می رسد که این بار موج بیداری در دانشجویان نیز به حرکت در آمده است. به اعتراف بسیاری از سران رژیم، اوضاع هنوز هم در وضعیت بحران شدید است. تنها در 48 ساعت گذشته دانشجویان دانشگاه های بسیاری شروع به برآوردن فریاد اعتراضی خود کردند که این امر باعث تعطیلی دانشگاه ها شده است و این در حالی است که با آنکه تمامی پیش بینی های هواشناسی خبر از پایان آلودگی هوا در روز سه‌شنبه می‌دادند، دولت دلیل تعطیلی دانشگاه ها را آلودگی هوا اعلام کرده است. دانشجویان در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی فریادهای شبانه مرگ بر دیکتاتور سر دادند. اعضای هسته منحل شده انجمن اسلامی دانشگاه شریف فراخوان قیام اعتراضی دادند و این بار حکومت با طیف وسیعی از معترضان روبرو شده است. با توجه به شرایطی که گفته شد، آیا می توان گفت که دیگر رژیم خامنه ای رمقی برای مبارزه با چنین طیف گسترده‌ای از معترضان ندارد و آیا می توان گفت که طلوع آزادی نزدیک است؟ این سوال را از میلاد محمدی، سردبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دکترای حقوق از دانشگاه واشنگتن و عضو کانون مدافعان حقوق بشر پرسیدیم. پاسخ او به این سوال پاسخ قابل تأمل و امیدوار کننده است که در ادامه آن را می شنویم. دکتر محمدی می گوید که ببینید، انقلاب یک عواملی می خواهد که در رژیم باید پیدا بشود، یک عواملی هم می خواهد که در جامعه باید پیدا شود. اکنون ما با چندین عامل همزمان روبرو هستیم. مسئولان بلند پایه در دولت دانالد ترامپ بر این باورند که رژیم ایران در برابر تحریم‌های سخت اقتصادی تحمیل شده از سوی آمریکا تاب نخواهد آورد و به سقوط خود نزدیک خواهد شد. این موضوع را پایگاه خبری شبکه NBC نیوز آمریکا از قول چندین مقام پیشین دولت آمریکا و چندین دیپلمات غیر آمریکایی نوشته است. شبکه NBC روز شنبه 19 آبان همچنین نوشت که شخص دانالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نیز تردید دارد که رژیم ایران بتواند یارای مقاومت در برابر تحریم‌های تازه‌ای را داشته باشد و به زانو در نیاید. ترامپ در ماه اوت گذشته در مصاحبه با شبکه بلومبرگ گفته بود که زمانی که من به کاخ سفید رسیدم، مسئله این بود که ایران چه زمانی تمام خاورمیانه را می‌گیرد. اما حالا کار ایران به مبارزه برای بقا کشیده و وضعیت بسیار متفاوت شده است. 9 دیپلمات خارجی همچنین گفتند که مایک پومپئو، وزیر امور خارجه، در دیدار با برخی مقام‌های خارجی بر شکنندگی رژیم ایران در برابر مشکلات اقتصادی و جامعه ناامید آن تأکید کردند. آنها از تورم روبه رشد، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های خیابانی گسترده به عنوان تهدیدهای فزاینده برای ایران یاد کردند و گفتند که تحریم‌های نفتی ضربه نهایی را بر پیکره جمهوری اسلامی وارد کرده و حکومت
دیگر پولی برای سرکوب بلند مدت اعتراضات ندارد. به باور آنها این ضربه به حدی است که میتواند به زودی به سقوط جمهوری اسلامی منجر شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که طبعا ما این رژیم را دوست نداریم، زیرا دیکتاتوری مذهبی و شدیداً دروست که از مردم خود دزدی میکند، اما در نهایت به عهده خود مردم ایران است که تصمیم بگیرند تحت چه حاکمیتی میخواهند زندگی کنند. مأمور پیشین اطلاعات آمریکا نیز به این پایگاه خبری گفته است که جمهوری اسلامی حتی اگر از فشار کنونی واشنگتن هم جان سالم به در ببرد، به نظر می‌رسد که وارد دوره انحطاط درازمدتی شده است که گریزی به جز فروپاشی ندارد. توان انقلابی رژیم خامنه‌ای در طول سالها تحلیل رفته و جوانان ایران از وجود زندگی آزاد و سعادتمندانه در جاهای دیگر دنیا آگاه شدند. محمدی با استناد به این عوامل و همچنین با توجه به آگاهی کنونی روشنفکران و استیصال طبقات محروم میگوید که پایان این حکومت چندان دور نیست، زیرا در بدنه سپاه به عنوان اصلی ترین بازوی سرکوب و ارعاب در رژیم جمهوری اسلامی ریزش های بسیاری رخ داده است و دیگر سپاه قدرت و نفوذ سابق را ندارد. وی می افزاید با اینکه رژیم خامنه‌ای روز به روز شکننده تر می شود، شاید نیاز به تعیین یک آلترناتیو نهایی جهت اتحاد میان اپوزیسیون بسیار مهم باشد و چون این اتفاقی قطعا پایان کار رژیم منحوس جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد. به گفته محمدی، تنها اتفاق بدی که در جریان اعتراضات امسال افتاد درگیری طرفداران برخی گروه های سیاسی با یکدیگر بود که این تنها حاصلش فرصت خریدن برای رژیم خامنه ایست. جان مکلاین که زمانی سرپرست و زمان دیگری معاون CIA سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا بوده، به NBC گفته است که رژیم ایران تاکنون با هیچ اپوزیسیون یک پارچه و سازمان یافته ای مواجه نبوده است. اپوزیسیون یک پارچه می تواند تیر خلاصی بر پیکره رژیم فرسوده جمهوری اسلامی باشد. وی می افزاید که در اعتراضهای سال 2009 یعنی 1388 و حتی پیش از آن، رژیم ایران از شکاف و چند دستگی به وجود آمده در درون خود به درد سر بزرگی افتاده بود. اما نبود رهبری واحد که هدفش براندازی باشد برای اعتراضها به نیروهای امنیتی رژیم فرصت داد تا به راحتی مخالفان را سرکوب و خاموش کند. برخی از مسئولان پیشین و دیپلمات‌های اروپایی نیز معتقدند که در غیاب یک اپوزیسیون توانمند، بی‌ثبات ساختن رژیم شاید حتی رفتار حکومت را تهاجمی‌تر کند و لذا به این بهانه ممکن است اروپاییان از اپوزیسیون حمایت نکنند. محمدی در انتها می‌گوید که همه عوامل آماده شده است و اکنون به اواخر راه پرپیچ و خم آزادی رسیده ایم و دیگر سقوط جمهوری اسلامی محتمل نیست بلکه قطعی است. از نشانه های آشکاری که به نظر می رسد رژیم جمهوری اسلامی در شرف سقوط می باشد، اظهارات مقامات عالی رتبه رژیم خامنه ایست که در این بین محسن رضایی دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهارات اخیر خود صراحتاً از وجود فساد مالی و اقتصادی بزرگ در ساختار رژیم جمهوری اسلامی نام برد. وی تأکید داشت که اگر به این مسئله رسیدگی نشود، احتمالاً رژیم سقوط خواهد کرد. همچنین جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرا که خود یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است، گفته است که 50% از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش دارند تا رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و اضافه کرد که آنها از رهبران اعتراضات سال 2009 حمایت می کنند. گفتنی است که در آن سال به دلیل تزویر و نتایج انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد که بر اثر این مسئله اعتراضاتی در ایران رخ داد که اگر سرکوب شدید نیروهای امنیتی نبود، شاید رژیم خامنه‌ای در همان زمان سرنگون می‌شد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت‌ها ما را در ادامه این راه یاری کنید
همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.